مجلس اول حسنش این بود که مردمی بود، یعنی نه شورای نگهبان دخالتی داشت و یک دفعه شاید به دستور حضرت امام قرار شد که مجلس تشکیل بشه. از همون اول می‌خواستند آزادی هایی به مردم داده بشه و حتی فرمایش امام هم که فرمودند مجلس رو اصل دونستند و همه کارها رو در اختیار و در دست مجلس فرمودند. عرضم به خدمتون در اون وقت در اصفهان حدود مثلا 400 تا جمعیت ایران که حدود 38 میلیون بود در اون موقع میگفتند، در اصفهان هم 400 تا میتونستن رأی بدن در شهرستان اصفهان، که ماها که رأی آوردیم و اول شدیم در حدود 300-330 هزار 400 هزار رأی دهنده بود که اکثر مردم هم شرکت کرده بودن. ما حدود 300 هزار رأی آوردیم، 330 هزار کمتر زیادتر نمایندهای دوره اول، که اون مرحوم امید نجف آبادی بود، مرحوم پرورش بود، من بودم و دکتر سلامتیان که جزو دوستان بنی صدر بودن. البته اون موقع هم اشکال کار این بود که عده‌ای از افراد بیشتر حزب جمهوری آمدن تو مجلس. البته خود منم هم کاندیدای حزب جمهوری بودم، هم جناح‌های دیگر مثل جناح دفتر تحکیم وحدت بود که از حامیان بنی صدر بودن. در هر صورت ما رأی بالایی آوردیم و در مجلس برخوردهای حزب جمهوری با بنی صدر خیلی تأسف‌آور بود، چون به اصطلاح اونها نمیخواستند، بنی صدر کاندیداشون نبود، آقای جلال الدین فارسی بودند و اوشون چون تأیید نشده بودند از طرف اینها، مثل اینکه مادرشون ایرانی نبود و خودشون از افغانستان تشریف آورده بودند و البته بزرگ شده ایران بودند و ایرانی الاصل تشخیص داده نشد. بالاخره آقای بنی صدر رأی بالا را آوردند و 11 میلیون او وقت خیلی بود، بله، رأی آوردند و ما هم حدود 300 هزار تا رأی برامون خیلی زیاد بود. در صورت که حالا میبینیم با 85 میلیون که گفته میشه خیلی رأی ها تقریبا نصف او وقت هم کمتره و استقبال او وقت مردم زیاد بود و مردم انتظار داشتند که نمایندگانشون خدمتکار گذار باشند و برای اطلاع کشور کار کنند، در صورت که الان نه، برای چون شورای نگهبان هست و شورای نگهبان حالا از طریق خودش یا از طریق جناح‌های اطلاعاتی دخالت میکنند و افرادی رو انتخاب میکنند و در معرض میذارند که مردم بهشون رأی بدند، خب مورد قبول مردم قرار نمیگیرند و مردم هم اکثر علاقه نشون نمیدهند به رأی دهنده ها، چون هر کسی دلش میخواد اون کاندیداهایی رو بهش رأی بده که مورد تایید باشند و چون به اسم شورای نگهبان افرادی رو رد میکنند، این از این جهت مردم هم کم شرکت میکنند و ما ملاحظه میکنیم که در همین انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره آقای خاتمی یا آقای روحانی چقدر مردم کمتر شرکت کردند و عمده این به خاطر حالا یه دست شدن دو دست شدن مهم نی. اول انقلاب مجلس اول همه عاشق انقلاب بودن، یه دست بودن، همه دوستدار انقلاب بودن، همه حالا چه یه عده‌ای به اسم لیبرال، یه عده‌ای به اسم خط سه، یه عده‌ای به اسم حزبی، ولی همه بر اساس اندیشه های
امام و انقلاب وارد مجلس شده بودند. حالا هر تفکری داشتند، حتی اونایی هم که از خارج اومده بودند به همراه امام و در تأیید امام و به عنوان مرید امام اومده بودند. حالا چه در جناح نهضت آزادی یا لیبرال ها، اصلا این اسم ها یه انج هایی بود که می زدن، ولی در همون سالهای اول و مجلس اول همه میتونیم بگویم امامی بودن، همه خمینیسم بودن. حالا که خارج درس خونده باشند یا چه داخل و چه روحانی و چه غیر روحانی، ولی به مرور زمان که میبینید افت کرده و کارایی ندارند به خاطر این دخالت های نیروهای اطلاعاتی، معرفی کردن به شورای نگهبان. و ما خوب برامون روشنه که امثال آقای آیت الله جنتی که تصمیم گیر نمیتونن باشند، ایشون نمیتونن تمام پرونده ها را با کامپیوتر یا با اینترنت یا با چیزهای دیگه بررسی کنن، نگاه کنن. معلومه یه عده پشت پرده خط میدن و اونا هستن که دلشون میخواد فلان کس رئیس جمهور باشه یا فلان کس نماینده مجلس باشه که از القاعات اونا پیروی کنه و سخن اونها را بپذیرد و بشنوید. رو این حساب میبینیم که رأی ها افت میکنه، پایین میاد. و الان مثلا که جمعیت ایران 85 میلیونه، ما خیلی بیش از اینا باید آمار رای دهنده هامون بالا باشه. اون مسئولیتش با اونایی است که تایید صلاحیت میکنه. باید افراد صاحب نظر، باید افراد فوق تخصص، متخصص در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی. حتی من یه مقاله یه وقت نوشته بودم این نمایندگانی که با تأیید شورای نگهبان یا مصلحت نظام رو کار میان، آیا چند تا مقاله اقتصادی خوندن؟ بله. چند تا مقاله سیاسی خوندن؟ چقدر؟ حتی من حاضرم که یه اوراقی در حد یه لیسانس اقتصاد فقط در اختیار آقایون بذارم، حتی چند تا سوال داشته باشم که پولشویی چیه، مثلا تورم چیه، اینها، این سوال های اقتصادی رو داشته باشم، آیا اون آقایونی که کاندیدا میشن میتونن پاسخ بدن، میتونن پاسخ قانع کننده که اقلا در یه روزنامه بشه چاپ کنی؟ بله، در یه روزنامه بشه در اختیار مردم گذاشت. بله، اینا نمیتونیم اون کار رو معقول حساب کنیم. اگر دشمنی داشتیم در دوره چهارم، این قانون نظارت استصوابی تایید شد، اگر دشمنی داشتیم، اگر فرض کنید توده‌ای ها یا فرض کنید کمونیست ها یا جناح‌های دیگری در مقابل افراد طرفدار نظام، دوستداران نظام وجود داشتن، اون بله. ولی مثلا ما کسی رو در اون وقت و در حالا هم حتی مخالف قدری نمیبینیم که وایسه در مقابل جمهوری اسلامی. و همین ناراضی هم که الان ما روز به روز بر ناراضی ها میافزاییم و حتی وسط صحبت عرض کنیم همین بیهجابی ها عموماً لجاجت است، عموماً در میخوان مخالفت کنند و خیلی نه، به قول مقام رهبری فرمودن که اینها که ضد دین و ضد اینها که نیستن، ولی به خاطر برخوردهای نامناسب دیگه روی لج افتادن. و هر کسی تفکر خودش رو میتونیم بگویم نفس پرستی، خودخواهی هایی هست که فرض کنی همون دوره اول که نظارتی نبود، چیزی نبود، کدوم اشکالی در مقابل نظام به وجود اومد؟ چه اشکال رو اونایی به وجود آوردن که مخالفت کردند با مثلا ریاست جمهوری همون وقت بنی صدر؟ بنی صدر بالاخره رأی آورده بود، کسی هم ایرادی بهش نداشت. اینها مخصوصا مرحوم دکتر آیت، این جناح های
حزب زحمت کشان که دعواهای زمان مصدق را پیش کشیدند و اون وقت مثلا مصدق و آیت الله کاشانی و نمیدونم حسین مکی و دکتر بقایی با هم اختلافی داشتند در سال 1331 و 32 و 33، حالا آوردندش تو مجلس اول. جالبه. و همین یعنی شما دارید میگید که در واقع یک مسئله تاریخی، یک کینه تاریخی رو منتقل کردن به مجلس اول. و همین ضدیت با مصدق، حتی نامه‌ای که برای سازمان ملل نوشته شده بود در مورد کودتای 28 مرداد و آقای همین خاتمی که نماینده بودند این را در مجلس قرائت کردند. کودتای 28 مرداد توسط آمریکا انجام شده بود، محکوم کرده بودند، ولی در ضمنش آورده بودند حکومت به حق دکتر مصدق و مرحوم آیت با یه عده هم فکرانشون اومدن و 15 نفر طبق قانون داخلی مجلس، این نامه داخلی برداشتند، 15 نفر امضا کردند که این نامه ارسال نشه، با اینکه همه مجلس هم رأی داده بودند که این نامه فرستاده بشه. این نامه میگفت 15 تا میتونند اگه نامه نوشتند نامه فرستاده نشد. فرستاده نشد ولی خونده شد تو مجلس. بله، این دعواهایی بود که بین آقایون بود. حزب جمهوری میخواست نفوذ فوق‌العاده‌ای داشته باشه و تندروی هایی داشت که دیدیم بعد امام هم دستور انحلالش رو داد. مرحوم هاشمی خب دلش میخواست خوب اداره بشه و دلش میخواست همه حرف ها زده بشه. خود مثلا مخالف بود با اینکه بعضیا سر و صدا را مینداختن، شعار میدادن، مشکلات رو میگفتند مربوط به دولت موقته، ولی آقای هاشمی سعی میکرد که این تعدیل کنه این مسئله را. ولی بالاخره خود آقای هاشمی هم جزو شورای مرکزی حزب بودن دیگه، ایشون باید در حزب هم جوابگو باشه و اینها حزب تک حزبی رو داشتن رواج میدادن که یه دی از خب روشن فکرا اینها با تک حزبی شدن مخالف بودند. حتی در خود اصفهان مرحوم آیت الله بهشتی به من پیشنهاد کردند که شما که کارهای تشکیلاتی قبل انقلاب کردید و تونستید اجتماعاتی رو تشکیل بدید، این حزب رو هم اداره کنید، حزب اصفهان رو. که من گفتم مخالفت من با تک حزبیه و من دلم نمیخواد تک حزبی باشه. اگر دو تا سی داشته باشیم خدمت شما عرض کردم بهتره یا یه شست. ایشون فرمودن 15 هم هنو جایی نیست، یعنی هنو ما اونقدر هم هنو روش نداریم و شما اگر این حزب رونق پیدا کرد، البته بعدها روزنامه انقلاب اسلامی بود مال آقای بنی صدر بود، در اونجا یه نواری از آیت پخش شد که معروف به نوار آیت شد که گفته بود ما این دولت رو برمیداریم عوض میکنیم، تندروی هایی کرده بود، یه خیلی تشنج ایجاد شد. دو سه دفعه جلسه ای در خدمت مرحوم شهید بهشتی بودم و میگفتم اینو باید جبران کنید، آبروی حزب دارد میره، آبروی شما داره میره، شما باید شما وجودتون رو اونقدر که من میشناختم و ارادت داشتم از جوانی خدمتتون، شما یه چهره دموکرات، آزادی خواه، عدالت پذیر بودید، حالا این نوار داره آبروی شما رو از بین میبره. در هر صورت ایشون گفتن در صدد اصلاح هستیم، ولی جامعه اصلاح نشد آخره و اون مخالفت ها با حزب انجام شد. آقای بهشتی که گفتن در صدد اصلاح هستیم، از طرف خودشون کاری صورت گرفت؟ نه، من چیزی رو سراغ ندارم. بعد فکر نمی کنید که برخوردهای مجلس باعث شد که بنی صدر حراسناک بشه و بره به طرف در واقع نیروهایی که فکر میکرد اونجا امنیت بیشتری داره؟ بله. چقدر نقشه مجلس؟ جا
چون هر روز لایحه‌ای رو همین آقایون حزب جمهوری می‌بردن برای فرمان همایونی. فرمان همایونی یه اختیاراتی بود که قانون اساسی قبلی به شاه داده بود که مثلا رئیس بانک مرکزی، رئیس تربیت بدنی، رئیس پیشاهنگی اینا رو شاه تعیین میکرد و خیلی کارهای دیگه. شورای انقلاب این فرمان همایونی را در اختیار رئیس جمهور کشور گذاشته بود که آقای بنی سعد یا آقای دکتر نوبری بود گذاشتن رئیس بانک مرکزی. ما این آقایون حزبی هر روز یه طرحی را می بردن تو مجلس که مثلا رئیس بانک مرکزی دیگه در اختیار رئیس جمهور نباشه، در اختیار نخست وزیر باشه. حتی من به اتفاق مرحوم آیت الله انواری، آقای حجتی کرمانی، آقای بجنوردی در خدمت امام بودیم و امام به ما فرمودن که این کار اختلاف را زیاد میکنه و ما اومدیم. من صحبتی نکردم، آقای حجتی کرمانی در مجلس این رو افشا کردن که امام با این کارهای شما مخالفه. بعد مجلس به عنوان تنفس تعطیل شد و آقای هاشمی مسکر رفتند یه ساعت نیمی خدمت امام و بعد برگشتند و جلسه تشکیل شد و ایشون گفت من خدمت امام رفتم و امام گفتن اختیارات در اختیار مجلس. در هر صورت این فرمان همایونی در همه موارد هر روزی به یه صورتی و اینها در جمع مخالفت با بنی صدر بود و تضعیف بنی صدر بود و اینکه بنی صدر رو از قدرت بندازند و کم کنند قدرتش رو. عرضم به خدمتون بنی صدر هم عکس العمل نشون میداد. حتی باز در یه جلسه ای من خدمت امام بودم که ایشون به ماها فرمود، او وقت بودی که مجاهدین اطراف ایشون رو گرفته بودن، امام فرمودن که من ناراحتم از این امر که اینا دور بنی صدر رو گرفتن و امثال شما باید برید دور و بر بنی صدر. گفتیم آقا دیگه الان شرایطی است که ماها نمیتونیم خودمون رو به بنی صدر نزدیک بکنیم، دیگه منافقین یا مجاهدین اینها ایشون رو محاصره کردن. امام فرمودن که پس برید و بگید یا همدان نرند تو جنگ بود یا اونجا سخنرانی نکنند و الا ممکنه من عکس العمل نشون بدم. خب وقتم خیلی راحت همطور در میزدیم میرفتیم تو، مثل آقای معمولی. این سختگیری های فعلا نبود که نمیشه حتی یه شهردار را دید یا یک مدیر کل را دید. من رفتم شب منزل ایشون رو، منزل آقای بنی صدر رو، گفتش که امروز از رادیو شنیدم که شما پیش آقا بودید. گفتم بله. گفتن صحبت چی بود؟ گفتم حالا یه چند تا بودن تو اتاق. گفتم حالا بذاریم برای بعد. گفت نه طور نیست. بگو. گفتم آقا گفتن یا همدان نرید یا سخنرانی نکنید، چون قرار بود برید همدانم برنامه داشت. بعضی مسائل رو رعایت کنید دیگه، علیه آقای رجایی یه وقت حرفی نزنید و ممکنست امام عکس العمل نشون بده. و یکی از اینایی که نشسته بود که خب من خیلی آشنا نبودم، گفت که در اوج جنگ که امام یه وقت شما را برخورد نمی کنه، بر نمی داره. خب من عصبانی شدم، گفتم دیگه امام برای امام تکلیف معلوم میکنید، امام میگه تصمیم گرفت که این کار رو میکنید، ما شما همه تون از آقای بنی صدر خواهش کنید که اینطور که امام فرمودن فعلا همه محورها امام هستن، جوری نشه که نافرمانی امام بشه. البته مثل اینکه ایشون رفته بود فردا شد اونجا برخورد شده بود و ایشون سخنرانی کرده بود و یه دی وسط شعار داده بودند و دیگه بعد صدا سیما از فرداش بود علیه ایشون، که مردم علیه ایشون هم، با اینکه ایشون هم سعی میکرد گفت نه همدان خبری نبود، منم چیزی نگفتم، ولی مثل که برنامه بود که ایشون دیگه از صحنه
خارج. شناختم به همین بعد انقلاب بود. قبل از انقلاب که با آقایون رابطه‌ای نداشتم. خب خودش در صورت جلسه های مجلس هست، آقای دکتر غضنفرپور بود که از جناح دفتر تحکیم وحدت بود، با آقای دکتر سلامتیان و چند نفر اومد یه دفاعیه‌ای قبل از اینکه راجب آقای بنی سر رأی منفی گرفته شد، یه دفاعی مفصلی خوند و آقای هاشمی با بعضی از نماینده‌ها اعتراض میکردن، داد میکشیدن، ولی آقای هاشمی اصرار داشت که این بیانیه تا آخرش خونده بشه. الان در صورت جلسه های مجلس هست. بله، اونم از خودش دفاع کرده بود، ولی ببینید یکیه که اذیت کنیم از اول و اهان مورد اهانت قرار بگیره، خواهی نخواهی عکس العمل نشون میده و ایشون هم اون برخوردها را جواب میداد و خب با مرحوم رجایی گفت اینو به من مجلس تحمیل کرده. خب واقعا تحمیل نبود، خود رجایی لیاقت داشت، آدم فعالی بود، مبارزه بود، انقلابی بود، زندان کشیده بود، باید آگاهی هم بتونه مدیریتی برای اداره کشورم باشه. در هر صورت این یخت با بنی صدر یه مقداری نساخت و علیه ایشون صحبت هایی داشت و بالاخره اونا و عکس العمل نشون میدادن و حتی خود همین آقای میرحسین موسوی را که جزو شورای مرکزی حزبم بود و برای وزارت خارجه میخواستیم، مجلس میخواست، آقای آیت مخالفت بود و مخالف سرسختش بود، رأی هم نداد، با اینکه هر دو در شورای حزب بودن، به خاطر اینکه ایشون با نهضت آزادی مرحوم عبدالعلی بازرگان، آقای بازرگان، اینا رابطه و رفیق بودن و می گفت معتقد بود که میرحسین موسوی مصدقیه. در هر صورت آقای بنی صدر برای وزارت خارجه هم همین آقای موسوی رو نمیخواست، در صورت که مجلس طرفدار بود و تمایل داشت و بالاخره رأی دادن مجلس با آقای میرحسین موسوی رأی دادند و ایشون وزیر امور خارجه شد. خیلی هم خوب اداره کرد و امسال ما رنج میکشیدیم، خیلی ناراحت بودیم چرا داره اول انقلاب یه همچین مشکلاتی فراهم میشه و خدمت امام هم که خب ما زیاد میرفتیم و همین مجموعه که عرض کردم اس بردم، خب ارادت فوق‌العاده‌ای به امام داشتیم، عاشق امام بودیم، هر چند وقت یه بار میرفتیم و خب تلویزیون و اخبارم میگفتن چی پیش امام رفته. خدمت امام هم از این وضع ناراحت بودن و البته یکی از عواملی که حزب را دستور انحلال شدادن به خاطر همین ایجاد اختلاف ها و ناراحتی ها بود. ببینید آقای دکتر، توی افکار عمومی یا حداقل توی دوره هایی که در واقع بعد از دوره اول، به بازیگردان مجلس رو بیشتر آقای هاشمی میدونستن و این تصور وجود داشت که بازیگردان اصلی برای این قطبی کردن مجلس آقای هاشمی رفسنجانیه، ولی الان صحبت‌های شما یه چیز دیگه ای رو من از صحبت‌های شما اینجوری برداشت می‌کنم که نه، اتفاقا آقای هاشمی خیلی متعادل بودن و دلشون می‌خواست تمام جناح‌ها حضور داشته باشن در مجلس. بله عرض کردم، ولی بالاخره خودشون هم جزو شورای مرکزی حزب بودن، حزب براشون اهمیت داشت و آقایون رو حزب خیلی سرمایه گذاری کرده بودن. بله، حزب رو احساس کردن موفقه، ولی یه دفعه چه کسای بازیگردان این داستان بودن؟ چون ببینید بالاخره کسایی که بازیگردان بودن، یکیش که آیت، حالا از صحبت‌های شما اینجوری می‌فهمم. بله، یکیش که دکتر آیت بوده، به اصطلاح حزب را ملکوت کرد، مرحوم آیت بود و بعضی از دوستانی که وابسته به اون بودند و اونا بودن که یه مقداری و الا افراد پایه‌گذار حزب، آیت الله موسوی اردبیلی، بله، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، بله، آقای حجت الاسلام با هنر، اینا همه انسان های با فضیلتی بودن، با
سوء نظر مطلقا در وجود اینها نبود. نمیدونم پنج تا بودن، یکشون رو نگفتم کی بود، یادم رفته الان، میگم اگه یادم میاد. ببینید اونجور که در واقع من یادم میاد، آقای دکتر بهشی از یه اوتوریته خاصی برخوردار بودن. چرا در مجلس نقش ایفا نمی کردن؟ بالاخره دکتر بهشتی خیلی اون موقع آدم با نفوذی بودن. شما اشاره نمی کنید تو صحبتتون به دکتر بهشتی؟ نه، دکتر بهشتی خب رئیس قوه قضاییه بودن از طرف حضرت امام و اکثریت عرض کردم مجلس هم حزبی بودن و جلسات حزبی تصمیم گیر بودن در داخل محل حزب که متاسفانه در سال 60 انفجار ایجاد شد و اینها و تعداد زیادی از اعضای حتی مجلس شهید شدن. اینا به خاطر اونجا تصمیم محل تصمیم گیری در حزب بود. بله، به همین دلیل نقش آقای بهشتی رو میگن. بهشت اون آقای بهشتی در اونجا نقش داشتن. بله، برای همین میگم چرا بله. اونجا فشار نمی آوردن به این افراد؟ شاید آوردن، شاید نظر خودشون هم بوده. با اینکه من از خیلی قدیم با مرحوم دکتر بهشتی آشنا بودم، رفیق بودم، رفت و آمد داشتم، ارادت داشتم، ولی به اصطلاح در حزب شاید جناح‌های دیگری اعمال نظر می‌کردن، چون تنهاییشون که نبود. ایشون تفکرش تفکر دموکراسی بود. حتی وقتی که مدرسه حقانی رو تشکیل داده بودن، آیت الله عظما گلپایگانی را هم عضو کرده بودن، یادم است که به ایشون فرمودن درسته شما آیت الله عظما و بزرگ ما همه هستید، ولی اینجا تو مدرسه حقانی یه رأی دارید باور داشتن و باور باید بدونید که تابع اکثریت باشید. یعنی روحیه دکتر بهشتی اینطور بود. خدا رحمتشون. آقای دکتر برگردیم به اعتبارنامه مدنی. چرا اعتبارنامه مدنی رد کردن و این اعتبارنامه مدنی رد شدن اعتبارنامه مدنی چقدر تاثیر داشت توی رشد بنی صدر؟ البته مدنی با بنی صدر چه خیلی نزدیکی بر حسب ظاهر نبودن. مدنی به خاطر بیشتر این نمایندگان خوزستان، اونها خیلی علیه ایشون تند و تیز بودن و شعار میدادن و ایشون رو قاتل مردم میدونستن و تظاهر کنندگان. در صورت که مدیریت خود ایشون در خوزستان همه تعریف میکنن خیلی خوب بوده، ولی مثل اینکه کشدارایی که اونجا شده بود خیلی برای اینها ثقیل بود. یادم است که اون آقای مرحوم نصراللهی بود که مال نماینده آبادان بود، ایشون تایید میکرد مدنی رو، ولی دیگران همه بالاتفاق مخالف. آقای مرحوم رشیدیان بود، مرحوم کیاوش بود و دیگران، چون که هنوز بعضی هاشون زنده هستن، اونها یا آقای اسدی نیا بود که بعدا انحرافی پیدا کرد از کشور رفت بیرون و دیگران، ولی اینا فشار آوردند و تبلیغات کردند و اعتبارنامه مدنی رد شد. آیا فکر نمی کنید که، چون تا یه سوال کاملا شخصیه میتونید جواب ندید، آیا فکر نمی کنید که چون آیت واقعا در اون دوران وزنی نداشتن، که آیا فکر نمی کنید آیت در واقع صورت ظاهر بودن، یعنی در واقع میخوام بگم که واژه‌اش خوب نیست، بگم بازیچه دستاویز خوب نیست، در واقع به یک نوعی بک‌گراندی وجود داشته، پشت یه عقبه‌ای وجود داشت که آیت رو در واقع حمایت میکرد که برخوردهایی بکنه که تو مجلس بره به سمت یک رادیکالیسم یا یک افرادگرایی. آیا اینطوری فکر نمی‌کنی؟ نمونه‌ها یا شواهدی از این قضیه نداری؟ آقای آیت تقریبا جنبه محوری داشت و افراد دیگری میتونیم بگیم مرحوم دیالمه با اینکه سن کمی داشت، خوش بیان بود، سواد داشت، مثل اینکه دندون پزشک یا داروساز بود، ولی خیلی در مشهد فعالیت کرده بود که مردم بهش رأی داده بودن. جناب فؤاد کریمی بود، در نماینده احواز بود و اینها جزو طرفدارای آیت بودند و
آیت رو دوست داشتند، حرفش رو تایید می کردند. خود جناب مرحوم پرورش اصفهان معتقد بودند که در بعضی عملیات قبل انقلاب آیت همکار و همراه بودند. اینا دوستانی بودند که حول محور آقای دکتر آیت بودند، مرحوم دکتر آیت. در هر صورت این جناح خیلی مؤثر بودند، در حتی در حزب، در مجلس، چون هم خوب فریاد می‌زدند، هم خوب حماسه می‌آفریدند و هم با افراد صحبت‌هایی داشتند. لابی می‌کردند در واقع. لابی. جریان‌های روشنفکر تو مجلس اون موقع زیاد بودند، الان اصلا وجود نداره. مجلس بله، اون وقت بهترین مجلس دنیا از نظر خیلی ها. بله. چون از نظر تحصیلات عموماً یا دکتر بودن یا فوق لیسانس یا مجتهد. بله. حتی گفته شد که 30 نفر مجتهد در مجلس هستن. بله. اون وقت بله، خب تعدادی هم بودن که اصلا دیپلم نداشتن انگار. نه، فکر کنم فقط اخوی آقای صادق خلخالی، اونم گفتن نداره، ولی اونم فکر کنم دیپلم داشت. دیپلم داشت. بله. همه آقای فامیلشون جیوی خلخالی بود. شما وقتی که به چهره های در واقع غیر حزبی، منظورم کسایی که در واقع روبروی حزب جمهوری تعریف می شدن، نگاه میکنید چهره های برجسته و وزینی هستن. چرا اینا مثلا نتونستن نقش آفرینی بکنن؟ خب این بچه های 7-10 نفر بودن از نهضت آزادی. بله. خب خود آقای مرحوم مهندس بازرگان. بله. مرحوم صحابی. بله. و دیگران، اینا میگفتن 10 نفر هستن و برای رأی گرفتن علیه بنی صدر هم اینها همه جلسه رو ترک کردن. ترک کردن. آقای کیاوش بود که یکی چیز، همون نامه عدم کفایت دستش بود، یکی جلوی نماینده می برد و هر کسی جلو اسم خودش امضا می کرد. لابی این صورت نگرفته بود قبلش؟ چرا؟ قبلش که البته عرض کردم در خود حزب اینا اجتماعات و جلساتی داشتن. ببینید یه اتفاقی توی این مجلس نفته، آیا طرح انحلال ارتش توی این مجلس صورت گرفت؟ نه، انحلال کسی راجع به انحلال ارتش من یادم نمیاد که صورت جلساش همش هست، ولی حتی همش من دارم کسی راجع به انحلال حرف نمیزد، همه راجع به اصلاح صحبت میکرد. اصلاح ارتش، چون مثلا خط دهنده اصلی انقلاب بعد از امام آقای بهشتی بود، آقای هاشمی رفسنجانی، این دو تا مهمترین بودن. بله. اینا نظر اینطوری نداشتن. خود آیت الله خامنه ای هم که معاون وزارت دفاع بود و خودشون در بین ارتش بودند و ایشون هم مخالفتی، یعنی ایشون هم مخالف انحلال بود، اونقدر که من در ذهنم هست. یعنی اصلا هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفت تو مجلس؟ من یادم نمیاد. شما یادتون؟ چون این بحث مهمی البته. اگر بود که چون آقای این سه نفر باید، آقای روحانی یه سخنرانی خیلی مبسوطی علیه ارتش داره گویا در اون موقع. بله. ممکنه گفته باشد، ولی این سه تا چهره اصلی که عرض کردم، آقایان خامنه ای و آقای هاشمی و آقای هاشمی، چنین نظری نداشت. نداشتن. اگر بخواد یه صورت بندی از مجلس اول بدید، چهرهای مختدر اون مجلس که میتونستن کاریزماتیک باشن و رو دیگران اثر بزنن، از کیا نام میبرید؟ میتونم آقای هاشمی رو که خب اصل بود و دیگه بقیه فکر نمی کنم کسی خیلی مؤثر بود و همون وقتم چند نفر ما که می‌خواستند وزیر اطلاعات انتخاب کنند، ما گفتیم 4-5 نفر شدیم که نه حزبی باشد و نه و مجتهدم باشه. آقای هاشمی اون وقت نبود تو جلسه، صحبت ها من کردم، من پیشنهاد دادم که باید حزب باشد و اینها نباشه. فردا صبح
آقای هاشمی اومد و خیلی عصبانی و که یه عده نامه نوشتند رای گیری دیروز مخدوش بوده سو و بالاخره حالا یه عده نوشته بودند یا ایشون فرموده بود بنویسن و این اشتباه و رای گیری و جغت تند که مگر حزب چه هیزم تری به کسی فروخته، حزب چرا تضعیف میکنین، چرا اینطور برخورد میکنین. دوباره گفت که میخواییم رای بگیم، دوباره من صحبت کردم و گفتم ما میخواییم یه مجتهدی بی طرف باشه و کسی باشه که حزب که باشه جناحی میشه و این باشه. ایشونم با کراهت گفت رای بگیر، رای دوباره رای بود اکثریت، با اینکه اکثرم سپاه حزبی بودن ولی رای دادن و بالاخره از اون به بعدم دیگه سعی کردم که این وزیر اطلاعات مجتهد باشد و به اصطلاح جناحی هم نباشه. جناحی هم نباشه. خب این دستاورد مهمی بوده دیگه بالاخره؟ خب اوشون خیلی مخالف بود. بعدم یه مدتی اصلا فکر کرد من فقط همه کارشم. با منم یخته کچ تا ویدو. ولی خب باید با هم دوش. بعد آقای هاشمی موضعشون در برابر بنی‌صدر در نهایت چی بود؟ بالاخره اونا مخالف بود. مخالف؟ بله. تلاش میکرد برای برکناری آقای بنی‌صدر؟ خب قطعاً میکرد. قطعاً میکردن. آخه اینا چون بنی‌صدر رو دیگه وقتی هم که بنی‌صدر با مجاهدین کنار اومد دیگه قابل تحمل نبود. نه. دیگه حتی خود امام ورداشتن. وقتی امام هم از فرمانده کل قواهیشون رو ورداشت دیگه بقیه هم همه تابع شدن. حتی ما هم که دفاع میکردیم که این کار انجام نشد به ضرر نظامه، ما هم دیگه نوچه های امام بودیم دیگه. ما همه زندگیمون از اول مبارزاتمون در جهت امام بودیم، همه زندان و همه تبعید اینا همه در جهت اندیشه های امام بود. خیلی ها نقش آقای هاشمی رو توی اختلافات مجلس پررنگ میدونن و فکر میکنن که آقای هاشمی اختلافات رو به بدنه مجلس منتقل میکرد. اون روز درگیری ما این فر با آقای سباقیان چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟ شما یادتون میاد؟ چرا اون البته من ندید نبودم ولی فیلمش رو کاملا دیدم. میدونید وقتی که آقایون نهضت آزادی سخنرانی میکردن اولا خیلی خبرنگار و اینا زیاد میمدن، خارجی ها میمدن چون فکر میکردن این های حرفای تازهی خواهند داشت. بله. مخصوصا آقای مهندس بازرگان، آقای معین فر اینها و بالاخره بعضی ها همین تحمل نکردن سخنرانی آقای معین فر و اومدن خب برخورد اینطور که من تو این فیلمش دیدم ایشون رو از پشت تریبون هل دادن. همون آقای اسدی نیا که گفتم بعد یه انحرافای پیدا کرد ایشون رو هل داد از پشت تریبون و بعضی هم خب یه اهانت هایی کردن که من تو فیلم دیدم اینا رو. تو گروگانگیری هم مجلس درگیر بود؟ مسئله گروگانگیری؟ امام فرموده بودن که مجلس حل کنه. بله. در جلسه‌های پنهانی مجلس یکی از سخنران ها من بودم که اصرار داشتم که یه محاکمه، یه صورت محاکمه انجام بشه. یه وقت همینطوری ما یه بچه ها گرفتن یه عده‌ای و یه عده‌ای آزاد کردن به این سادگی نباشه و معتقد بودم همه مشکلات بعد که پیش اومد حتی جنگ به خاطر این اشغال سفارت بود. بله. و این کار که ما کردیم خلافا حالا که دانشجو کرده باشن چه پاسدار کرده باشه چه هر کرده بود این کار صحیحی نبود. درسته حالا میتونستیم آمریکا را به عنوان عنصر نامطلوب و سفیر بره که حتی من خدمت امام هم این عرض را کرده بودم ولی در هر صورت مجلس خیلی نقش نداشت چون گفته شد که آقای موسوی خوینی ها رفتن در داخل دانشجوها و روحانی اونها شدن و یه عده‌ای مرحوم احمد آقا هم رفتن سر زدن اونجا دیگه مجلس ساکت شد حرفی نمی زد. ولی در اون جلسه محرمانه که تشکیل شد چند نفری
اصرار داشتن که یه صورت محاکمه انجام بشه که آمریکا چه بلایی به سر ما آورده، چه کار کرده، ولی نشد. و بعد به عنوان ما تحلیلمون این به عنوان فرصت سوزی، خب یه وقتی هم درباره جنگ 7-8 از رهبران کشورهای دیگه اومدن و ما حتی حاضر شدن خسارت جنگ رو بپردازن و ما برگ عقب گرد کنیم، نکردیم و بعد مفت بدون اینکه خسارتی بگیریم رها کردیم. و حتی درباره گروگان‌ها چه پیشنهادایی شد و ما انجام ندادیم و مفت رهاشون کردیم و فسیل رهاشون کردیم. چه کسانی دنبال این بودن که در واقع گروگان‌هاتون با یک صورت بندی منطقی و معقول حرکت نکنن؟ یادتون میاد؟ نه، من دیگه مجبور شدن دیگه کالای کاسدی شده بود، کالای اینها فایده نداشت دیگه در زندان ما باشن. و دیدیم که هم چیزهای نتیجه های مطلوب برای ما که نداشت، نتیجه مفیدی هم که ما از این گروگان رو نگرفتیم. بچه های ملی توی مجلس چی؟ واکنششون چی بود به این گروگان گیری؟ که اول ملی ها که مخالف بودن از اول. بله؟ حتی شما میگردستون حتی آقای بازرگان و دار دستشون استفاده دادن از دولت. بله. تا گرفته شد معلومه اونا خیلی مخالف بودن. بعضی ها فقط که خیلی به عمق قضیه واقف نبودن، یه شعارهایی دادند و حمایت هایی کردند، ولی خیلی نتیجهی در این کار ما نگرفت. آیا فکر نمیکنید از روز همون مجلس اول، در واقع از همون سالهای اول مجلس، یه نوع تفکر یا یه ارادهی وجود داشت برای اینکه در واقع مجلس رو تبدیل بکنم به مجلس خودی و ناخودی؟ همین که عرض کردم، حزبی بودن، اکثریت مجلس حزب بود و به مرور برای مرتبه دوم خب کمتر شد تا دور چهارم که دوباره اکثریت اونا اومدند و مردم کلپ شرکت کردند. دیگه همین تفکر پیش اومد که مجلس خودی کنیم و یه دست کنیم و تا بتونیم کارمون رو بکنیم. جنگ چقدر تاثیر داشته این مسئله؟ جنگ مربوط نمیشد، جنگ کار خودش رو میکرد. بله. و من در جریانهای سیاسی احساس نمی کنم که جنگ در این کار مؤثر بود. تو دوره جنگ رابطه مجلس و دولت چگونه بود؟ یعنی دوره که خب دولت که بعد بنی صدر آیت الله خامنه ای اومدند و دیگه همه طرفدار بودن و همه یه دست بودن. بله. یعنی کسی اظهار مخالفتی نمی کرد. بله. بعدم که یعنی بعد از بنی صدر رجایی رئیس جمهور شد. بله. آقای مرحوم باهنر نخست وزیر که اون اتفاق نخست وزیری افتاد و بعدم که آیت الله خامنه، نه دیگه کسی ابراز مخالفتی نکرد.